سلام، با خبر این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 28 ماه سرطان سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 ماه جولای سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. ناتوان خواندن حکومت به ویژه نهادهای عدلیه قضایی برای تامین عدالت از سوی رئیس جمهور کرزی. تمام دستگاه قضایی با پیروی از احکام دین مقدس اسلام و قوانین کشور در فراهم آوری عدالت به مردم ما کاری کنن که شایسته نام قضاست. تأکید رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن. با کشته شدن وزیر دفاع سوریه در یک حمله انتحاری. جوزکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور کرزی اعتراف میکند که حکومت به نهادهای عدلیه قضایی توان تامین عدالت فراگیر را ندارند. رئیس جمهور کرزی یگانه را انگیزه روی آوردن مردم را بر روش های سنتی برای حل قضایشان و تامین عدالت ناتوانی حکومت به ویژه ناتوانی نهادهای عدلیه قضایی افغانستان میداند. در این حال آقای کرزی از نهادهای عدلیه قضایی میخواهد تا در تامین عدالت برای مردم افغانستان با پیروی از احکام دین اسلام و قوانین افغانستان عمل کنند. برای نخستین بار مجمع قاضیان زن از سوی رئیس جمهور کرزی گشایش یافت. رئیس جمهور کرزی در این مراسم میگوید با آنکه نهادهای زیادی در افغانستان ساخته شدند و افغانستان در نهادسازی پیشرفتهای چشمگیری داشته است، اما هنوز هم افغانستان به جایی نرسیده است که بتواند خواستهای مردم را به ویژه در تامین عدالت برآورده سازد. دلیلی که هنوز هم مردم افغانستان در دهات و اطراف افغانستان و شهرهای افغانستان بر روش‌های عنعنوی و رسومات اجتماعی ما بر به دست آوردن حل و فصل قضایا و عدالت مراجعه می‌کنند است که نه حکومت یعنی دولت توان فراهم آوری او عدالت دارد و نه هم رسیدگی به موقع می‌شود و هم ای که بعض اوقات خدا کنه که بعض اوقات باشه و بسیاری اوقات نباشه، به این وجه زی که عدالت به دست بیارن به عدالتی کچون میشه. رئیس جمهور کرزی کار قاضیان و سارنوالان را بسیار دشوار میداند و میگوید که هر اشتباهی جبران میشود، اما اشتباه قاضی جبران ناپذیر است. امیدواری ما ایست که تمام دستگاه قضایه با پیروی از احکام دین مقدس اسلام و قوانین کشور در فراهم آوری عدالت به مردم ما کاری کنن که شایسته نام قضاست. در همین حال رئیس دادگاه عالی از بیشتر بودن سهم زنان در دادگاه عالی سخن میزند و میافزاید که در حال حاضر در بخشای گوناگون این نهاد قاضیان زن مصروف کار هستند. در مبارزه و مقابله با فساد اداری که نگرانی های مجامع ملی و بین الملل را در قبال دارد، ایجاب می نماید تا قضات قبل از همه با تعهد قوی و ایمان راسخ عمل نموده و خود نیز از این پدیده مهلک دوری جویند تا عدالت بناوی احسن و بهتر آن تأمین و تطبیق گردد. رئیس جمهور کرزی در حال از ناتوانی حکومت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی در تامین عدالت فراگیر سخن میزند که وجود فساد اداری در کشور به ویژه در نهادهای عدلی و قضایی به یکی از نگرانی های جدی مبدل شده است. به باور آگاهان فساد و بیروکراسی در نهادهای عدلی و قضایی سبب شده است که اعتماد مردم از دستگاه قضایی کشور کاهش یابد و مردم برای حل قضایشان به دادگاه صحرایی، جرگه های مردمی و دیگر روش های سنتی رو بیاورند. مبارزه با فساد با شعار امکان پذیر نیست. برای جمهور کرزی باید در پیکار با این پدیده راهکارهای عملی را برگزیند. جامعه مدنی افغانستان میگوید که دولت افغانستان در 10 سال گذشته برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور هیچ برنامه اثرگذار نداشته است و اکنون نیاز است تا رئیس جمهور کرزی در پیکار با این پدیده به گونه جدی عمل کند. در این حال برخی از آگاهان پشتیبانی رئیس جمهور کرزی را از برخی افراد فاسد در کشور نگران کننده میدانند. با
پس از نشست توکیو شعارهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان هم بیشتر از هر زمان دیگر بالا گرفته است. رئیس جمهور کرزی برای ریشه‌کن ساختن فساد در حدود 16 ماه فرصت دارد. اما آنچه که در 10 سال گذشته نگرانی ها را به بار آورده بود، نبود یک راهکار عملی برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان بوده است. متأسفانه در افغانستان تنوز در حد شعار است. ما هیچ رشوتخور و هیچ استفاده جوی تنوز ندیدیم که به دادگاه کشان داشته باشه و بالاخره به جزای عمل خود رسد. بنان همه چیز در افغانستان شعاری است. همه توانمندی و همه میکانیزم نزد دولت افغانستان در مبارزه با فساد با فساد اداری که با قاطعیت مبارزه کنه نزدشان وجود نداره. با این همه وجود برخی از اعضای فاسد در نهادهای دولتی و خاموشی دولت افغانستان در برابر آنان نگران کننده گفته می شود. اما به نظر می رسد که فرصت های رئیس جمهور کرزی هنوز هم برای مبارزه جدی با فساد اداری پابرجا هستند. در اطراف آقای کرزی اشخاص که در فساد اداری سهم دارند و دست دارند زیاد دیده می شود و طوری که می بینیم آقای کرزی اونا را حمایه می کنه و به هیچ وجه نمی گذاره که اونا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. من فکر میکنم که یک مناقشه اولا در بین خود تمام نهادهایی که باید است تعقیب بکنن و پیگیری بکنن از مسئله فساد اداری در بین از اونا مهانگی وجود نداره. به نظر میرسد که ناتوانی دولت افغانستان در کار ریشه‌کن ساختن فساد اداری این کشور را با موج از چالش ها روبرو خواهد ساخت. این یک چک سفید به دولت افغانستان نخواهد بود و نیز این شرط ها گفتار محض نیستند، بل هر گام حکومت افغانستان در این راستا به دادن یا ندادن پول پیوند خواهد داشت. شما می دانید که اروپا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و در کل جهان پولی بیشتر از این ندارد. بنابراین کشورهای کمک کننده در این باره بسیار جدی هستند تا با پارلمان هایشان اطمینان دهند که پول به گونه درست به مصرف می رسد. در حالی که رئیس جمهور کرزی بارها از پیکار جدی برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری گفته است، اما آگاهان همواره آقای کرزی را به بی‌تفاوتی در برابر این پدیده متهم کردند. ظاهرا رئیس جمهور کرزی در نشست توکیو بر پیکار جدی برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان اطمینان داده است، اما روشن نیست که تلاش‌های تازه کابل در کار نابودسازی فساد اداری در کشور به چه اندازه اثرگذار خواهد بود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات هشدار میدهد که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از انتخابات استفاده ابزاری کند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که در نشست مشورتی با شمار از رهبران احزاب سیاسی سخن میگفت، با تاکید بر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن میگوید در سیاست این نهاد نیست که انتخابات را در معامله یا قمار بگذارد. در این حال شمار از رهبران احزاب سیاسی نیز در این نشست بر شفافیت انتخابات تاکید میورزند. یک نشست مشورتی با حضور شمار از رهبران احزاب سیاسی به روز چهارشنبه درباره دریافت راه‌های حل برای از میان برداشتن چالش‌های انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اگر انتخابات آینده ریاست جمهوری به گونه جدی از سوی دولت حمایت سیاسی نشود، این نهاد در برگزاری انتخابات پیروز نخواهد شد. وای نامنی ها را در شمار از بخش های کشور یک چالش جدی در برگزاری انتخابات می داند و می گوید احتمال دارد تا زمان برگزاری انتخابات و پایان انتقال مسئولیت ها نامنی ها در کشور افزایش یابند. ما اجازه نمی دهیم که به انتخابات بازی ابزاری شود. ما نمی گذاریم. اجازه نمی ده کمیسیون مستقل انتخابات پالیسی شنیست. اجازه نمی ده که انتخابات که یک پروسه ملی است و یک معامله و یا به یک قمار به اصطلاح گذاشته شد. ما می خواهیم که انتخابات بحران در افغانستان ختم کنه و بحران خاتمه ببخشه. ما قصد زیر نداریم و همه راههایی که منجر به چنین یک هدف شوه که خدای نخواسته انتخابات سرآغاز یک بحران دیگه شوه، این ما اجازه نمیدیم. در همین حال رهبر ائتلاف ملی افغانستان بر مستقل بودن کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تاکید می‌ورزد و می‌گوید که باید به قانون اساسی حرمت گذاشته شود و انتخابات در زمان تعیین شده آن برگزار گردد. بعضی زمزمه‌های شنیده میشه که گویا انتخابات راه حل نیست. پس بریم به یک وسیله دیگه
یک اجماعی به میان بیه. حتی بعضی کسایی که علاقمندی دارند که خود کاندید کنند در آینده این زمزمه ها را در بیرون داخل افغانستان سر میتن، اینجا وظیفه تمامی احزاب سیاسی نهادهای مدنی است که برای اینکه نهادی نشود این رسم در افغانستان و این تهداب ولو با وجود تمام نارسایی ها یک تهداب به یک تهداب مستحکم تبدیل شود، جلوی این توطئه را بگیرد. از سوی هم شمار از اعضای رهبری جبهه ملی افغانستان بر شفافیت ثبت نامهای رای دهندگان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرند. رئیس جمهور که وقتی اعضای کمیسیون تعیین می‌کند باید اول احزاب سیاسی را، نه تنها سران جهادی را، سران جهادی هم به احزاب سیاسی که غیر جهادی هستند، سیاسی هستند یا نه هستند، جهاد کلمه که قبول دارم در قرآن شریف ما شما آمده، یعنی عنوانشان احزاب سیاسی هستند، وقتی که اینا را تمامش طلب کنه یک کمیسیون گزینش شوه، اینا را افراد بی طرف شناسایی کنه، نه اینکه هر کس نماینده خود اونجا بگه که تعیین کنه، افراد بی طرف قناعت کل افغانستان سرش تعیین شوه. باز پیشنهاد دیگه مویست که ایره رئیس جمهور به پارلمان افغانستان روان کنه که رای بگیره. در همین حال شمار از اعضای حزب اسلامی میگویند که در تصویب قانون انتخابات نباید تاخیر رونما شود. رای ورکون و دی سند کدا کارت بی کدا تذکره بی ترسو چی دا نوی پا انتخابات هیچ مفهم نلری دا دی تاش مسئولیت دا چی هر چو کبی دی تاش لخوا باید دا تعقیب شی. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نبود سرشماری دقیق را از جمعیت کشور از چالش های دیگر در برابر انتخابات می داند و می گوید که وزارت امور داخله باید سرنوشت شناسنامه های برقی را روشن سازد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتخابات آینده ریاست جمهوری بر بنیاد قانون اساسی کشور دو ماه پیش از پایان کار رئیس جمهور کرزی در ماه عمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار خواهد شد. به گفته وی انتخابات شورای ولایتی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. روند سوم انتقال امروز در ولایت کندهار عملی شد. وزیر دفاع ملی و شمار از مقامات وزارت امور داخله امروز در سفرشان به ولایت کندهار مسئولیت‌های امنیتی مرکز ولایت کندهار، ولسوالی‌های دند، ارغنداب و دامنین ولایت را از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان سپردند. والی کندهار میگوید که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت را بدون حضور نیروهای خارجی در مرکز و سه ولسوالی این ولایت دارند و می افزاید که نیروهای امنیتی باید بیشتر از این بسیج شوند. در همین حال وزیر دفاع ملی میگوید هرچند برای بسیج نیروهای هوایی کار آغاز شده است، اما به زودی نیروهای امنیتی میتوانند تمامی مسئولیت های امنیتی را به دوش گیرند. نن یا سبا که به اعلان واروی چه اولین افغانی چه دشپه عملیات خپل هلیکوپتر رو کردیدی ایدو خبر بود تاست زخت نجده خپورشی مونو ده خپل توانمنده و حساب کوشش کنون چه قرار ده اقا بیخی افغانی شد. این باشندگان تاکید می‌ورزند هرچند نظامیان خارجی در این ولایت مستقر بودند، اما امنیت در گونه‌ای که لازم بود در کندهار تامین نشده است. گفتنی است که پیش از این مسئولیت‌های امنیتی ولایت اروزگان از سوی نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شد. این در حال است که صدها تن از باشندگان ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان قیام مردمی را در برابر طالبان اعلام کردند. این باشندگان میگویند که بیشتر طالبان پاکستانی هستند و مردم بیگناه را آماج قرار میدن و دیگر از این اعمال آنان خسته شده اند. در این حال والی لغمان با ستایش از این قیام مردمی میگوید که با مردم همکاری خواهد کرد. باشندگان منطقه دولتشاه ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان خیزش مردمی را در برابر طالبان آغاز کردند. آنان میگویند که باشندگان روستاهای غازی آباد، شمشخیل و کوتالی و منجان ولسوالی علیشنگ پس از این در برابر طالبان استادگی خواهند کرد. این باشندگان میافزایند که خیزش آنان تا انگام ادامه خواهند داشت تا این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی شود. لکه دولت که کو وظیفه من درلود چې نه پولیس و نه اربکیو و صرف دومره مسئله و چې دا خلک چې دی دی قوم ته صدمه رسولو لخاطره
منګه قومي پاسونو کو دیر ته منګه انده د اجازه نور کو چې منګه دا خلک طالبان دی او طالبان نه دی به پاکستان ملشی دی طالبان کوم دی نشي اینجا آمدیم که طالبا زیاد هستن اینجا من میبرم پاکستانی آمدن اینجا زیاد خسره اگه وین اگه سر پرکی چه تا متعلمی معلمی ورو را یو سره مجبوره دلاز اردو تزی پلیس تزی در همین حال والی لغمان میگوید که در دو ولسوالی این ولایت خیزش مردمی در برابر طالبان آغاز شده است دیدی دوستی مکی با دی حکمت داری که شب با برخی که این شراو در اخبال پالیتون چطک کو او دا یو ډیر مثبت حرکت ده د جنایتونو د مخنیوي کې د تروریستانو د کارګرانو اعمالو په مخنیوي کې او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ډیر لوی او ښه اقدام ده گفتنیست که پیش از این باشندگان ولایت‌های فاریاب و غزنی در برابر طالبان قیام مردمی را آغاز کردند که بیش از چند روز تا را در این دو ولایت از وجود طالبان پاکسازی کردند این بود خبرها تا این ساعت از توجهتان جهان سپاس شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشد وقتتان خوش خدا نگهدار